در سال 15 امپراتوری تیبریوس وقت پینتوس پیلاتس والی یهودیه، ایرودیس حاکم جلیل، انا و قیافا کاهنان بودند، پیام خداوند در صحرا به یحیا رسید. او در نواحی اردن مردم را به تعمید و توبه برای آمرزش گناه دعوت می کرد. از گناه برگردید، تعمید شوید تا خدا گناهتان را ببخشد. همان طوری که در کتاب اشعیای پیغمبر آمده، شخص در دشت فریاد می زند، راه را به خدا آماده کنید، راه خدا را هموار سازید، درها باید پر شوند، کوها و تپه‌ها صاف گردند، کجیها راست و راهای ناهموار هموار گردند، تمام بشر نجات خدا را خواهندی. ما باید چی کنیم؟ بگوین ما چی کنیم؟ شما ای نسل مارها، چی میخواین که ما بکنیم؟ بگو کجا بریم؟ هر که دو پیران دارد، یکی را با کسی که او هیچ نداره بده. هر که نان دارد باید تقسیم کند. استاد، ما مامورین مالی هستیم، ما چی کنیم؟ اضافه از حد قانونی از کس نگیریم. با ما چی میگین؟ ما چی کنیم؟ از هیچ کس به زور پول نگیرین، هرگز به کس تومت ناق نکنین، همیشه به معاش خود قانع باشین. بگو، آیا شما مسیح هستین؟ ما شما را به آب تعمید میتم، ولی شخصی میایه که از ما بزرگتر است. ما لایقش نیستم که بندی بودش آواز کنم. او با روح القدس و آتش شما را تعمید میته. او با شاخی گندم را از کاه جدا کرده آن را در گودام جمع میکند. قدوس با شکل کبوتر بالای عیسی نازل شد. صدای از آسمان آمد: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. عیسی در شروع خدمت 30 ساله بود. وقتی عیسی پر از روح القدس از دریای اردن بازگشت، روح خدا او را به بیابان برد و در آنجا شیطان او را مدت 40 روز با وسوسه ها آزمایش کرد. او در تمام این مدت چیزی نخورد. شیطان به شکل مار در مقابل عیسی ظاهر گشت و گفت: اگر پسر خدا هستی، بگو این سنگ نان شود. نوشته شده: انسان صرف به نان نی، بلکه با کلام خدا نیز زنده است. شیطان او را بالای کوه برد. در یک لحظه همه دنیا را به او نشان داد.
همه قدرت و ثروت را به تو خواهم داد. اختیار دارم به هر که بخواهم ببخشم. اگر مرا سجده کنی همش از تو خواهد بود. نوشته شده خداوند را سجده کن، تنها او را خدمت کن. بعد شیطان او را به اورشلیم برد و به بام خانه خدا قرار داد. اگر پسر خدا هستی خود را پایین بینداز. نوشته شده خدا با ملائک فرمان خواهد داد تا تو را در دستهای خود نگه دارد و پایت به سنگ نخورد. نوشته شده نباید خداوند را بیازمایید. سپس او به ناصره آمد، به جایی که بزرگ شده بود. سلام. سلام. روز شنبه مثل همیش او به عبادتگاه رفت. از او خواستند کتاب اشیای نبی را بخواند. روح خداوند بر من است، مرا برگزیده تا به غریبان مژده دهم، مرا فرستاده تا آزادی اسیران، بینایی نابینایان، رهایی مظلومان را اعلام کرده و بگویم خداوند مردم خود را نجات می دهد. چقدر خوب گپ می زنم. امروز در حالی که به من گوش دادید این پیام به حقیقت پیوست. به حقیقت پیوست؟ تنها مسیر عملی کردم میتونم. چطور بفهمی؟ شما حتما این ضرب المثل را خواهد گفتین. طبیب خود را دوا کن. شاید هم بگویید کارهایی را که در کفرناحوم کرده ای در شهر خودم انجام بده. باید گفت هیچ پیامبر در شهر خود قبول نمی شود. با این کلمات عیسی نشان داد که او مسیح و نجات دهنده مردم است، اما یهودیان او را باعث مسیح قبول نکردند. خواستند او را از کوه پایین بیاندازند، ولی عیسی از بین مردم گذشته از آنجا رفت. و به کپرناوم یکی از شهرهای جلیل آمد. اشغالگران رومی در همه جا دیده می شد و مردم منتظر مسیح بودند تا آنان را از ستم نجات دهد. سلام. سلام. سلام استاد. شمون به کشتی اجازه است؟ بله، چرا نه؟ بخیرم که میره، نمیره؟ بر ما گپ بزن. گپ بزن. ایسان، گپ بزن.
دو نفر برای دعا به خانه خدا رفتند. یکی رهبر مذهبی بود، دیگری جزیه‌گیر. رهبر مذهبی جدا ایستاده شده دعا کرد: ای خدا، شکر میکنم که مانند دیگران حریص، خائن و زناکار نیستم و شکر میکنم مثل این جزیه‌گیر نیستم. زکات میدهم و هفته دو بار روزه میگیرم. اما جزیه‌گیر دور ایستاده به طرف پایین نگاه میکرد و به سینه خود زده میگفت: خدا بر من گناهکار رحم کن. پس میدانید چی شد؟ آن جزیه‌گیر بخشیده شد، نه آن رهبر. کسی که خود را بزرگ سازد خوار می شود و هر که خود را خرد بسازد سرفراز می شود. کشتی را به او طرف او ببریم، بجالایتان را بر مای گریده او بندازیم. ای استاد، تمام شو هر چه تلاش کردیم ای چیزی نشد. حالی که شما میگین اینه جالا مندازیم. یا خوب یا اینا. از ما دور شو خداوندا، ما گناهکار هستم. تو نترس، حالا مردم را شکار خواهی کرد. به نزد من بیایید و سخنان مرا بشنوید و شما زنده خواهید ماند. خدا را جستجو کنید چون موجود است، او را بطلبید چون نزدیک است. اگر ظالم از عمل خود روگردان شود و به خدا رجوع نماید، خدا به او رحم خواهد کرد، زیرا عفو و بخشایش او فراوان است و شما با خوشی و با آرامی خواهید رفت. بیا یا ایجت بی بی ایزا دختر من نجات بده. ایزا رحم کن، دختر دوازده ساله ما میمونه. بیا خواهش میکنم. یا روز ببخشن ایسا، دخترت مرده استاد، ناق تکلیف نتن. نترسین، فقط ایمان داشته باشین، جور خواهد شد.